بهرام که گور میگرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت؟ سلام دوستان گلم، امروز یک ریویو داریم از یکی از آهنگای خودم، بزن دست قشنگه رو. یکی از آهنگایی که خیلی دوستش دارم و همین چند نفر از بچه‌ها گفتن حیف شد که مثلا دیگه ادامه ندادین، همین آهنگو چند تا بچه‌ها استوری کردن و اینا. بعد گفتم یه ریویو روش برم شما ببینیم اون موقع چیکار می‌کردیم. این آهنگ سال 95 اومده فکر کنم، سال 95 اومده. اسمشو نمیگم اون موقع چه اسمی داشتیم، نه نمیگم اسمم، تایتلام حذف می‌کنم، حوصله حاشیه ندارم دیگه. بچه‌ها میگن این آهنگ تو بده اونو بده فلان، حوصله ندارم خدایش دیگه. چیکار داریم من چی خوندم؟ اینو می‌خوایم با هم بشینیم گوش بدیم. و اون موقع با ما یه گروهی داشتیم که با پسر عمه با هم دیگه می‌خوندیم، من و اون دو نفری، و این آهنگ همکاری با دوستم رضا، لقبش هم حالا نمیگم، اونایی که میدونه هم نگین دیگه، جان من نگین، حوصله ندارم کامنت جواب بدم که چی شد و چی نشد. و میخوام یه ریویو بریم چون ترکو دوستش دارم، حس خوبی داره رضا، هم خیلی وقت نخونده، گفتم روی یه دون ریویو بریم ببینیم اون موقع چیکار میکردیم. و آهنگ خیلی انرژی مثبتیه، شاید یه ذره ظاهرش مثبت نباشه ولی کلیاتش مثبته و خیلی دوستش دارم، خیلی دوستش دارم این ترک رو. و مسلما ما قدرتمون از این بیشتر بوده، ولی به خاطر حال موضوع آهنگ و ملودیک محور بیشتر بودن ترک دیگه اینجوری بستیمش. بریم گوش کنیم ببینیم که چه خونده بودیم. اونی هم که دوست داشتین دیگه هی ریاکشن رو ببینین دیگه، آهنگ رو بهتون معرفی نمی کنم متاسفانه. بریم گوش کنیم، یک دو لیتس گو. اونی که ملودی میخونه رضا رفیقمونه. آره شیخی yes. ایشون که دارم میخونه رضا رفیقمون، و رضا اول رپ میخون، خیلی خوب رپ میکرد و حالا تو کرج هم خیلی معروف بود چون کرج بود و هست و اینا، و خیلی یکی از تکنیکی تری رپرهایی هست که من به عمرم دیدم حتی تو کل جهان. حالا شاید باور نکنم بعضی اونا که نزدیک دیدنش میدونن چه عجوبه‌ای بود اون موقع، علاوه فلو مخصوصا، فلوش فوق‌العاده بود، فلو سازی. و بعد دیگه به زور گفتم آقا تو ملودی خوب در میاری، بیا آرمبی بخون. بعد اومد تو آرمبی که دیگه خیلی ترکوند خدا وکیلی. حالا جلوتر بریم یه چشمای ریزی ازش میبینین، این چیزی که اینجا هست یک صدم تواناییشه، ملودیای میزنه اصلا نشنیدی به عمرت. بریم گوش کن. تمن لاوم بهش میخوره ولی خب در مورد خدا و ایناست بیشتر. حالا شاید بعضی رو بگن اگه رضا ملودیش خوبه چرا تیون داره اینجا، خودش تیون خیلی دوست داره که رو کاراش بیفته، با اینکه صدا و همه چیش خیلی خوبه ولی اینجا تصمیم گرفت تیون باشه. و تیون هم اینجوری نیست که ملودیاشو دستکاری کرده باشه، فقط یه ذره بهش شیپ داده، وگرنه خودش عالیه رضا. انقدیشو جو گفتت من که مرتضی پسر می‌بنده که دیگه با هم از دریاها بزرگتری، ولی جالب نم پس نمی‌گی بهترین نقاشی ایبی نداری، بهترین نقاشی من که حتما یه چیزی بوده که بین خوبی و اومدی سختی و تلخی و دردم کشیدی. من اینجاشو دقت نکرده بودم، من صدها بار گوش دادم ها، ولی می تو ریاکشن یه دید دیگه یه میگه یه بار یه گوش کنم. این مرتضی این خوبی یا اومدی سختی و تلخی و دردم کشید، من فکر کردم میگفته درد کشیدی خودت، بعد میگه بهترین نقاش تا صرف هم میدم به خدا بهترین نقاشی. من حتما میدونم که بین خوبی ها یه هدفی داشتی که اومدی دردم نقاشی کشیدی، من فکر کردم یه درد کشیدی. بعد 3-4 سال تازه خودم فهمیدم. میگفتی اگه تو بندازی گری تو تاریکی میخوره به سر، چشم تو باستنگ چرا نراحتی چی شده به سر، گوش نکردم احمق بودم، خودم زدم همون تیرو به دلم، فکر میکردم تموم کارم و اما دیگه منو میکشه دلم، ولی تو همیشه پشتم بودی. شاید بعضی فکر میکنم فکر میکنیم دیگه ته داستانه دیگه، دیگه داریم آخر عمرمونه دیگه، بدبخت‌ترین انسان جهان منم و هیچکی بدتر از من نیست و من این فکر هم قبلنا داشتم. بعد میفهمی نه بابا اصلا از این خبرها نیست. کنم پشت میکنی وقتی که تو حفاظمون یه ستاره نداشتم هم خوشید شدی، خیلی حفاظ نشدم شکل ولی کم وقتی پیش نمیدونم کی بود یکی مثل خودم اومد جلو پرسید توی وقتی که اشتباه میکنم انگاری داری میدی یا به تو هم استاد جبری همه نسه نمیخواد چیزی به تو ثابت کنم، نمیگم مرسی که هستی مهمتر از اون مرسی که میمی
میگن موسیقی بد دردیه فکر کنم گرفتار شدم. مهم نیست که نمیگم مرسی که هستی، مهمتره که مرسی که میمونی. خیلی هستن، کیا میمونن حالا هم تو این مسیر، هم پای عشقشون، پای زندگی، هر چیزی، کیا خودکشی میکنن میرن، کیا میمونن. اون موندن ما برسه بعدی. من این ورسمو خیلی دوست دارم و خیلی هم زود نوشتمش، یعنی انقدر کار دلی بود. خیلی جالب بود، این آهنگ قرار بود توی آلبومی باشه، به ما گفتن بیاین توی این آلبوم فلانی و فلانی اینا هم هستن، بعد اصلا آلبوم پخش نشد، یعنی اصلا آلبوم جمع نشد، ولی ما این ترک رو بسنی پخش کردیم. چقدر هم گرفت، حالا داستانی باحالی داره که جلوتر اگه بشه بهتون میگم. استاد میگوین که مشکل ها از اونجا شروع شد که کسی کلشو منبع نکرد، سورس نکرد، فکر نکرد، همش تقلید، الگو برداری. کی فکر میکنه؟ مشکل اینجا شد از اینجا شروع شد که فکر نمیکنه آدم ها. بهش گفتی هوا تو دارم از مرگم نترس، وقتی میشد کمکش کنی حتی باهات حرفم نزد. مشکل ها از اونجا شروع شد، ندیدیم خودمونو قبل از تو، فکر کردیم فرق داریم با هم، هرچی زور زدیم بدتر شد. استاد، استاد چه میگویند دیگه. حالا تو اینجا نه ریاکشن نه ریویو، دیگه خودم نوشتم دیگه. چی گفتم؟ خودمونو قبل از تو فکر کردیم. مشکل از اونجا شروع شد که قبل از دیدن تو خودمون ندیدیم، میگفتیم تو، تقصیر تو. حالا تو جامعه نگاه، مقصر دولت، پدر، مادر، سرمایه، از پوله. خودم اول ندیدم، بیا آقا مثلا منم، و زور زدیم، هرچی هم زور زدیم بعد فرق داریم با هم، فکر کردیم پادشاه تویی، ما هم مثل بعدها دائم خار شدیم، فکر کردیم تلاش بیفایده است چون نیست روی فال ما خوشی. نهات ببین اصلا شاه کلیده، فکر کردیم تلاش ما بیفایده است، فکر میکنی تو فال ما خوشی نیست. اینایی که میگن شانس ما نیست و رو پیشونیمون نوشت و اینا رو، جان من اگه از این حرفا به خودت میزنی نزن، نزن، اینجا جایش نیست. باقای بد و فقط انداختیم گردن تو، ولی هر دفعه خوب پیش رفتیم، تو رو کردیم صد دفعه شکر، خیلی جاها خوش کردیم بهت، فکر کردیم حالمون خوشتر میشه، سعی کردی کمکمون کنی ولی نفهمیدیم اکثرشو. مشکل ها از اونجا شروع شد که باز خوبیمونو خواستی و نفهمیدیم، دور شدیم ازت، فکر کردیم تقصیر تو بوده که عقب میری. خدایی چی خوب نوشتم آقا، خوبه، چیز خفنی نیست ولی کار خوب و خوشستیه. ما دور میشیم، ما از شرایط دور میشیم، فهم میکنیم که اون خدای داره دور میشه، اون شرایط دور میشه، اون داره عقب میره، نم من دارم میدوم فرار میکنم از دستش. این راهی که واسمون ساختی توش خیلی چاله چوله هست، فکر میکنیم حال بوده بد ولی آفت نداره بادم جونبم. این رضاه، از الان بگم رضا عاشق فسخونی بود و هست و حتی تو ملودیاش هم ولی نمیتونی که کاری کنی فسخ نخونه، میخونه کلن. نه چوله هست، فکر میکنیم حال بوده بد ولی آفت نداره بادم جونبم. بیا بگی دستامو، هر بار رفتم از بیشت قلب تنهام خیلی حرفا گفت، همه حرفن رو رفتنی، من خسته رو بستدین، تو میبخشی گذشتم و من دیگه هستم و نمیرم باشو، حال من خوبش کن، دورش کن، بده باشه توش کن، دورش کن، هرچی که بودش مرد، تو که میدونه بدونه تو بدن همیشه بودش خوردنی. قول بده باشه پیشم هرچی شد دری، باختی نیست تو وقتی پشتمی، تو که میدونه جوست کسی نمیخونه تو دلم و اگه باری. ای بابا اصلا گوش میدم بغض گلمو میگیره. رضا حیف شد، حیف شد، رضا ول کرد، یعنی رضا کم کلا، رضا که ما میشناسیم، حالا بچه هم میشناسن بعضیشون، واقعا حرفه‌ای بود و هست، الان تازه الان صد برابر اون موقع است، الان صدا سازی کار میکنه، مدرس صدا سازی هستن، بلده با صداش چطور کار کنه، رزونانس کله رو واکنه و سوت و سر و هد و سینه و فلان و اینا، که الان خیلی حرفه‌ای تره، خیلی حرفه‌ای تره، واقعا ندیدم، به جرئت میگم ندیدم خوانندگی و ملودی، حالا ترکیب ملودی ها مخصوصا فلوزنی ترکیب باش، اصلا ندیدم تو ایران، خدایش ندیدم. اونایی که حالا میشناسن رضا رو در جریانن، حیف شد دیگه کار نداد. تو که میدونی جاست کسی نمیتونه منو کنه نامید، ببین آرزومی دارم با دار خوبی، تو حالا دومن با شدن از اومن داشت خودت تو میره توری، وقتی جاده میشه تاریک میکنم دونه 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 من خالی داری، میگی خودم خودت داری تو، این بارش واقعی رو به هم دادی شد.
نوشته، یه خیلی لافتوریه ولی ترکیبی نوشته آزادا. بیا داداش بیا دستمونو بگیر. چه ترکی خوبی بود. حیف شد، حیف شد که رضا ادامه نداد. الان هم هی بهش میگیم آقا این کارو بکنید، نمیکنه. الان سربازه، سربازی هم داره میره، یه ذره مشغله خودشو داره، یه ذره کنایت چند کیلو هم کمالگراست و باید رضا یه جوری یه کاری کنه برگرده. نمیدونم حالی نیست، حال کردیم با ورسش یا نه با ورس رضا. البته که توانایش 100 برابر اینه، چیزی که اینجا شنیدین خیلی بهتر از این هست، خیلی خیلی. اگه دوست داشتی یه ایده حالا میتونی انجام بدیم، اگه حال کردین با ورسش، دوست دارین یه ذره انرژی بدیم، میتونم یه روزی یه سری از آهنگا تیکای باحالاشو بچسبونم بغل هم، بعد یه ریویو برم گوش کنید ببینید نظرتون چیه، نظر کامنت بنویسین براش بهش انرژی بدین یکم ببینیم برمیگرده نمیگرده. خیلی حیفه رضا، خیلی حیفه. من از تریبون خودم اینجا استفاده میکنم چون میشناسم دیگه، ما یه مدت هر روز با هم بودیم، میدونم فکرش چیه، کاراش چیه، همه چیزو میدونم. حیفه، واقعا حیفه. ببینم کارو میکنم نمیکنم، نظر بذارین کارو بکنم، خوشتون اومد نمیومد، مسلما سلیقه یه سری ها میگن خوشم نمیومد، یه سری ها میگن چرا صداش دستگاه بود. خب دستگاه نبوده، اونایی که حرفو میزنن بلد نیستن. بالاخره سلیقه ها متفاوت، ولی اصلش و حقیقتش اینه که خیلی بلده، خیلی این کار هست و توانش بسیار زیاده. اگه دوست داشتین بهش انرژی بدین کامنت بذارین، و اگه دوست دارین کارم بکنم ترک ها بچسبونم به هم بگین، و اگه دوست دارین که یه ترک های دیگم هم ریویو بریم بازشنوی بریم بنویسین که این کار بکن، خودم به انتخاب خودم یکی دوتا از ترک ها رو بعدا انتخاب میکنیم، ماهی یه دونه مثلا یه دونه عینا میریم. دمتون گرم، مرسی که ویدیو رو دیدین. این ویدیو الان فکر کنم بعد از ترک آگاه یاس میذارم، اول آهنگ آگاه دیگه امشب میاد دیگه، اومده الان، یعنی چون اینو من دارم زودتر ضبط میکنم. آهنگ آگاه هم اگه ویدیوشو ندیدید برید تو کانال نگاه کنید، ویدیوشو تو یوتیوب و اینستاگرام و شیر کنید بقیه هم ببینن. و نمیدونم حالا آهنگ چیه، ریویو چیه، ریاکشن چیه، ولی خب نگاه بکنید. دمتون گرم که ویدیو رو دیدین. اگه رضا رو دوست داشتین لایک و به افتخارش بزنین، سابسکرایب بزنین، کامنت بذارین، نظرتون رو بگین، بهش انرژی بدین که بازم از این ورساشو بچسبونم به هم. اگه دوست داشتین ریویو دیگه بریم، و اگه اینستاگرام بیان یوتیوب اینستاگرام. آقا اینستامون داره به 10 میرسه، داره تیر تموم میشه، تیر 4 5 روز دیگه تمومه، 4 5 روز میتونیم 10 کاش بکنیم. بعضی شاید دیگه چرا به عدد مثلا چرا کیلویی، نه هدفی نیست، میخوام این بکشیم بالا بیاد بالا و وجهه پیج یکم عوض بشه، دو سه تا کارو باحال میخوام بکنم بتون. حالا بعدم میگم. دمتون گرم، مرسی که دیدین، فعلا خدافظ.